ما در افغانستان در 30 و چند سال 40 سال گذشته با یک وضعیت مواجه بودیم که آنقدر درگیر مسائل داخلی و درگیر جنجال ها و مشکلاتی که در افغانستان داشتیم بودیم که زیاد اتفاق نیفتاده که ما فرصت کرده باشیم در مورد باقی دنیا هم فکر بکنیم. ولی بدون شک در این مورد استثناءات وجود دارد. ما شخصا یکی از کسایی بودیم که مسائل کردستان را در مجموع کردستان عراق، کردستان ایران، کردستان ترکیه یا کردها را اگه خواسته باشم بگویم جسته گریخته گاگای دنبال کردیم. من میدانم که یعنی فکر میکنم که یک ستم بسیار بزرگ بر کردها در چند قرن گذشته اعمال شده. کردها را تقسیم کردن، سرزمینشان هم تقسیم کردن و ملتشان هم تقسیم کردن. بدون شک کردها مثل هر ملت دیگی در دنیا حق دارند که سرزمین خود را داشته باشند، سرنوشت خود را خودشان تعیین بکنند. ما مبارزاتی را که کردها در این زمینه انجام دادن تا جایی میدانیم. کردها در عراق هم مبارزه کردند، در ایران هم مبارزه کردند، در ترکیه هم مبارزه کردند. و حالا شاید کمی به نظر میرسه یا به عنوان یک روشنایی بسیار کوچکی که امیدوار هستیم تبدیل به یک آینده روشن و بزرگی برای ملت کرد شود که کردها حداقل در عراق یک زمینی را یافتن که با خاطر آسوده تر و با زمینه های بیشتر به خاطر مهدف کلانشان که وحدت کردها و یک سرزمین کرد است با مو تلاش بکنن. ما به عنوان یک کسی که زندگی ما یک بخشش در مبارزه به خاطر آزادی گذشته به تمام اونایی که برای آزادی خود مبارزه میکنن احترام قائل هستیم و به کردها همچنان.